سلام دوستان، در داستان سیاوش بودیم. نزدیک میشیم به انتهای داستان، یکی از تراژدی های مهم اسطوره‌ای ما، تراژدی سیاوش هست که حافظ گفت شاه ترکان سخن مدعیان میشنود، شرمی از مظلمه خون سیاوشش باد. امروز بحث ما در مورد سخن مدعیانه، ولی قبل از اون حوادثی رخ میده. خدمتتون عرض کردیم خلاصه داستان به این قرار بود که سیاوش عازم به خاطر تهمتی که بهش زده بودن عازم توران شده بود، در اونجا پناهنده شد نزد افراسیاب و افراسیاب او رو به مانند فرزند خودش پذیرا شد و خیلی بهش محبت میکردند و در سفری با توران، در توران زمین با پیران اینها حرکت میکردند و به جای رسیدند و در اونجا مقیم اقامت کردند و در حال دو همسر داشت. مطابق فردوسی سیاوش یکی دختر پیران بود، یکی هم دختر افراسیاب. افراسیاب از اینکه دخترش رو بده به سیاوش خیلی نگران بود، چون که پیش بینی کرده بودند موبدان که اگر که از نسل تو و نسل سیاوش یک کسی به دنیا میاد که ظاهرا که خسرو باشه، که توران رو شکست میده و اساس تخت و بخت توران رو به هم میزنه و پادشاهی توران زمین رو به کلی مختل میکنه و احتمالاً افراسیاب رو هم میکشه. این رو در تاله این بچه دیده بودن خصوص و به همین خاطر خیلی نگران بودش که این رو بده، فرانگیز رو بده به سیاوش، با اینکه سیاوش رو خیلی دوست داشت و پیران توصیه کرده بود که این کار رو بکنه به خاطر اینکه نزدیکی بیشتری برقرار بشه، نگران بود. ولی در هر حال پیران بهش گفتش که اشکال نداره، ستاره شناسا از این حرفا زیاد میزنن، به حرف ستاره شناس نمیشه اعتماد کرد. در هر حال قبول کرد و دخترش فرانگیز رو داد به او. علی‌رغم پیشبینی موبدان برای اینکه از نسل افراسیاب و سیاوش فرزندی به دنیا خواهد آمد که تخت او را به باد خواهد داد، افراسیاب دخترش فرانگیز را به توصیه پیران به عقد سیاوش درآورد. بیامد فرانگیز چون ماه نو به نزدیک آن تاجور شاه نو. چون میگه ماه نو، معمولا میگه ماه تمام، ماه بعد خیلی قشنگه، میگه او زیبا بود مثل ماه شب 14. چون اینجا فردوسی میگه مثل ماه نو، بازم شادابی نداره، ماه نو خیلی کمرنگه و ولی الزامنم جوانی درش نیستش. یعنی این که در ادبیات ماه نو رو میشه گفت مثلا متولد شده واسه بچه بودن و اینها، ولی زیبایی زیادی نداره. و چرا تشبیه کرده به ماه نو؟ شاید این مقداری، ولی از یه جهت ماه نو یه خصوصیت، یه قداستی داره و اونم این هستش که همه ماه نو رو به همدیگه نشون میدن مدتی، چون که ماه نو بعد از یک یا دو روز محاق بهش میگن اوکالتیشن در زبان انگلیسی میاد، یعنی که دو روز ماه نیست، از 28 تا 30 یا 29 اگر که 29 در بیاد، ماه 29 روز باشه، دو روز ماه نیست در محاق و بعد ماه نو در میاد، متولد میشه و ماه نو در میاد و همه ماه نو رو به هم دیگه نشون میدن. این مطلبی هم که فرمایید درسته که کسی معمولا او رو نمیده، مثل ماه نو که در اومد، یعنی تازه اولین بار بودش که مردم کسی سیاوش رو میدید. به اینها میگفتن پوشیدگان. خدمتتون عرض کردیم که وقتی میگن پوشیدگان یعنی زنان محترم، وقتی میگن که پرستندگان یعنی اون زنان دیگری که در همسرا بودند و کنیز بودند، به اونها میگفتند پرستنده.
ولی به کسانی که بانو بودن بهشون میگفتن پوشیده، چون اینها رو کسی نمیدید. خود پادشاهان رو هم کسی نمیدید. این دیدن پادشاهان هم درست نبود. وقتی که پادشاهی رد میشد، هرالدها و جادچی ها می آمدن و فریاد می زدن دور باش دور باش، و همه می رفتن کنار. و اگر کسی هم نمی تونست در اون فرصت کوتاه از جلوی مسیر بره کنار، بر روش می کرد به دیوار تا مبادا سلطان رو نبینه. سلطان رو نباید می دیدن. چرا بر روش می کرد؟ به واسه اینکه عظمت سلطان از بین می ره. سلطان اهمیتش در اینه که اگر نگاه بکنم یکی خودم که مثل ماست، این عظمتش از بین میره. ولی یه فضای دیگری میخواد که وقتی که پیامبر اسلام میاد میگه که قل انا بشر مثلکم، بهشون بگو که من یه بشری مثل شما هستم، این با موازین امپراتوری و شکوه سلطنت نمیخونه. در امپراتوری و شکوه سلطنت شما باید که من متفاوت هستم، کسان دیگه هم من نمیبینن. ولی یک امپراتوری دیگری هستش که در اون امپراتوری شما میتونی مثل مردم باشی، و اهمیتش در این هستش که مثل مردم باشی. اون امپراتوری بر دلها، اون حکومت و سلطنت بر دلها، شما باید اول مثل مردم باشین، مثل خودشون باشین تا بعد بتونید. و بودین شاهانی بودن در تاریخ ایران زمین که اینطور بودن، مثل کوروش کبیر و بعد مثل کریم خان زند، که اینها سعیشون برای این بود که بگن ما مثل شما هستیم، ضرورت نداره که ما متفاوت باشیم. ولی رسم شاهان در این بوده کسی اونها نباید ببینه تا اینکه شکوهشون کم نشه. و همینطور زنان بزرگان رو، زنان پادشاهان و دختران پادشاهان رو هم کسی نمیدید. به همین خاطر میگه ماه نو. بیامد فرنگیز چون ماه نو، به نزدیک آن تاج و شاه نو. یعنی شاه نوه، به خاطر این که تازه آمده و افراسیاب بود و قبول کرده که ولایت عهدش باشه. قبلا هم میدین که ولایت عهد ایران بود، و امید در این بود، امید افراسیاب در این بود که به وسیله این وصلت جنگ بین ایران و توران تموم بشه، بالاخره این جنگ بکنه اون جنگ بکنه. افراسیاب متنبه شده بود که دیگه جنگ بسه، و امید داشت که بعدا به سیاوش هم گفته بود که توران که مال تو، بعد ایران هم که پدرت کیکاووسه، اون هم عمر زیادی نخواهد داشت، و ده ها ایران توران برمیگرده به زمان فریدون. و امید در این بود که مجدداً به زمان فریدون برگردن، چون زمان فریدون تقسیم نشده بود ایران و توران و اینها، همه یک سرزمین بزرگ بود. به نزدیک آن تاجور شاه نو، به شادی برفتن سوی ختن، همه نامداران شدند انجمن. رفتن به طرف ختن، هوتن بهش میگن. هوتن در زبان چینی یکی از ایالات چین هست، چین امروز، که نزدیک هستش به تاجیکستان و از جنوبش غربیش نزدیک هستش به کشمیر هندوستان، و بیشترش اهالیش هم ترکن در اونجا. این ترک‌های ایرانی هستند و فرهنگ خیلی جالبی داره. اگر که نگه داشتن فرهنگ‌هایی که شما ببینید که در ایران زمین از بین رفته، در اون محل‌ها مونده. و خیلی از شما بخوام ببینید که مثلا ختن قدیم چگونه بوده، باید سفری کرد به ختن چین. ختن بهش میگن. به شادی برفته از سوی ختن، همه نامداران شدند انجمن. بعد از ازدواج با فرنگیس رفتن به سوی ختن، یعنی با ماه عسل رفتن به طرف ختن. الان هم مثلا میرن به طرف چین، گاهی اوقات میرن جاهای مختلف میرن. اون موقع هم رفتن. قدیم دو تا سرزمین بوده که مردم خیلی علاقمند بوده، یکی در شرق بوده که بهش میگفتن چین، یکی هم در غرب بوده که بهش میگفتن روم. این دوتا رو مردم دلشون میخواستن برن. گفتش صناعی بس که بگفتی صفت روم و چین، خیز و بیا ملک صناعی ببین.
در هر حال اینا رفتن به سوی چین، به شادی برفتن سوی خوتن، همه نامداران شدند انجمن، یه نامداران یعنی بزرگان سران لشکر و اینها هم همراه بودند. در بازگشت از سفر خوتن پیران شهری را برای اقامه رفتن، اونجا مدتی موندند و اشتراک کردند و بعد که ماه عسل تمام شد، ماه عسل چرا بهش میگن ماه عسل؟ بله، این به معنی یک ماه نیستش که 30 روز باشه، ماه به معنی این ماه هستش. اونجا هم گفتش که مثل ماه نو مثل ماه میمونه، به خاطر اینکه خیلی زیباست اون ماه، خیلی زیباست اون ایامی که دو نفر که تازه با هم ازدواج کردن، چون خیلی شیرین هستش بهش میگن ماه عسل، به خاطر که باید طولش یک ماه باشه، یعنی که مثل ماه رنگ عسلی داره، یعنی خیلی زیباست. هانی مون هستش، هانی مانس نیستش، در زبان انگلیسی هم شما ببینید میگن هانی مون، یعنی ماهی هستش. و یکی از خصوصیات رمانس در ماه عسل این هستش که هر دو به چی نگاه میکنن؟ میرن به ماه نگاه میکنن. این فرهنگ هنوز در قدیم هست. ما در ژاپن که بودیم یک جزیره بود که در اونجا ما رفتیم و گفتن که اینجا محل عشاق هستش و میان در اینجا میان برای ماه عسل و گفتم چه خصوصیت داره؟ گفتن که اینجا موقع به خصوصی هم میاد، وقتی که ماه در میاد میاد اینجا و اینجا میبینن بینید تو کوه فوق العاده قشنگه و اینها میان عشاق، عشاق از جاهای مختلف چین، از جاهای مختلف ژاپن میان اینجا برای دیدن این ماه. بنابراین کسانی که ازدواج کردن میرن برای دیدن ماه و خیلی زیباست. اگه دو نفر بشینن به هم دیگه نگاه بکنن، مردم فکر میکنن که عشق عبارت است از این که مردم به هم، دو نفر عاشق و معشوق به هم نگاه بکنن، و اینکه عشق در اینکه دو نفر با هم دیگه به یه جا نگاه بکنن، نه اینکه دو نفر به هم دیگه نگاه بکنن. به هم دیگه نگاه میکنن نتیجتا دعوا میکشه، یه عیبی صورت هم دیگه بالاخره پیدا میکنن، ولی وقتی که با هم دیگه به ماه نگاه بکنن این خوبه، یه ابجکتیو داشته باشن، یک جا نگاه بکنن، میگن ماه عسل. در حالی هم با ماه عسل رفتن به خوتن.